چند روز پیش هزینه اپلای کردن واسه ویزای دانشجویی استرالیا بیشتر از دو برابر شد علاوه بر این تو این چند ماه اخیر دولت استرالیا چپ و راست محدودیت اعمال کرده واسه ویزای دانشجویی و کلا دانشجوی بنول تو این ویدیو درباره این حرف میزنم که آیا با شرایط الان واقعا تاثیر تو استرالیا ارزش این همه دردسر رو داره یا نه اگه نه چه راهکارهای دیگه ای وجود داره اگه تو فکر مهاجرت به استرالیا هستید این ویدیو به دردتون میخوره سلام من احسانم هزینه ویزای دانشجوی استرالیا یا ساب کلاس 500 بدون اطلاع قبلی و خیلی ییهو از 710 دلار شده 1600 دلار با این نوناشون با این تغییر متاسفانه ویزای دانشجوی استرالیا گرونترین ویزای دانشجوی دنیا شده بالاخره یه چیز بد پیدا شد که ایران توش اول نیست اگه این کانال رو دنبال کرده باشید حتما میدونید که چند وقت پیش میزان استطاعت مالی مورد نیاز واسه ویزای دانشجویی رو هم زیاد کردن که توی یه ویدیو کامل توضیح میدم قبلترش اومدن یه سری تغییرات دیگر رو مثل محدودیت جذب دانشجو واسه دانشگاه اعمال کردن یا به اصطلاح کپ گذاشتن این فشارا باعث شد که دانشگاه آفرار رو کنسل کنن خلاصه دولت کنونی استرالیا به هر طریقی داره عرصه رو واسه دانشوی بین المللی تنگ میکنه اصلا همونطور که می بینید خودشون گفتن که دارن راه در روها یا میانبورایی رو می بندن که دانشجوها مدام از سریقشون اقامتشون رو تمدید میکردن بنابراین به نظرم پیام دولت واضح است میخوان شما بیاین اینجا تا جای ممکن هزینه کنی پول خرج کنی بعد درستون شما رو به خیر و اونا رو به سلامن. اصلا قبل این قضایی حتی زمانی هم که من خودم دانشجو بودم دانشجوی بین المللی منبع درآمدی واسه استرالیا بودن و هستن یه مثال کوچیک بزنم زمان من هزینه سرویس حمل و نقل عمومی واسه دانشجوی داخلی یا دامسیک نصف قیمت بود یه چیز داشتن به نام کانسشن که واسه چیزهای مختلف تخفیف میگرفتن اما ما باید هزینه کاملش رو میدادیم گویی الان مثلا سرویس حمل و نقل عمومی ایالت ویکتوریا یه سری تخفیف داره واسه دانشجوهای بین المللی یا مثلا به عنوان دانشجوی بین المللی خودت باید هزینه بیمه درمانی رو بدی که اتفاقا داشتن بیمه هم اجباریه باز میگید نه اینجا خانم تامسون مدیر عامل دانشگاه گروه 8 گفته خیلی ساله که درآمد حاصل از دانشجوی بین المللی بخش زیادی از بودجه تحقیقات تو استرالیا تامین میکنه اینجا می گفته که دولت با این کارش رو بخش تحقیقات اثر منفی میگذاره اصلا همین الان چپ و راست من کلی خبر میخونم که استرالیا دیگه مقصد محبوب واسه اونایی که میخوان تحصیل کنن نیست متاسفانه بعدم وقتی دانشجویی انگار شهروند دست چندومی هستی حالا نمیدونم اصطلاح درستیه یا نه مثلا یادمه بعد از فارغ تحصیلی که دنبال کار بودم تو آگهی شغلی مینوشتن که دنبال کسی هستن که اقامت دائم داشته باشه یا شهروند استرالیا باشه یا مثلا اگه نزدیک تموم شدن ویزاتون بود نمیتونستید موبایل قراردادی بخرید بعدم هزینه تحصیل تو استرالیا واقعا بالاست من توی لایوی که چند وقت پیش داشتم گفتم که هر سمستر واسه درسم 11 هزار دلار استرالیا میدادم که در سال میشد 22 هزار تا این قضیه برمیگرده به سال 2010 تا 2012 الان شما اگه بخواید فوق لیسانس یا مستر کامپیوتر بخونی مثلا تو همین دانشگاهی که من درس خوندم به نام آرمایتی هزینه سالیانش هست بیشتر از 36 هزار دلار که در مجموع واسه دو سال میشه 72 هزار تا البته که این دانشگاه به دانشگاه و رشته به رشته فرق میکنه اما در کل رقم خیلی بالاییه شما اگه به فرض یه کار تمام وقت تو استرالیا داشته باشی در واقع دلار استرالیا در بیاری با زمین هزینه خیلی زیادیه چه برسه بخوای مبلغ از ایران بیاری خصوصا با توجه به ارزش کم پول کشور عزیزمون چی کار میکنن واقعا اینا گاهی فکر میکنم از گیل و انجی رو جایینه بگذارن اوزامون حداقل از این چیزی که هست بدتر نمیشه یعنی دو مغز دو تا گربه رو بذارن کنار هم ب... بگذاریم به هر حال حالا سوالتون ممکنه این باشه که به عنوان دانشجو یا همراه دانشجو چقدر اجازه کار دارید این میزان معمولا 48 ساعت هر دو هفته است اگه ماسترز دیگری بای ریسرچ یا دکترا قرار رو بخونید این میزان نامحدوده درباره این اینجا و اینجا که لینکشو رو میگذارم تو بخش توضیحات گفته به نظرم حتی اگه جفتتون هم کار کنید اینکه بتونید هزینه زندگی و تحصیل رو بدید واقعا آسون نیست خیلی سخته چون حتما میدونید که استرالیا در حال حاضر دچار تورم شده مشکل اجاره خونه است خصوصا اگه تازه اومدید و به اصطلاح هیستوری ندارید ممکنه بهتون اصلا خونه اجاره ندن کار پیدا کردن سخته بعدم اینکه تو استرالیا فقط واسه مدرک دکتراست که میتونید بورسیه بگیرید حتی اگه شما مشکل مالی نداری و هدفت از ویزای تحصیلی اقامت تو استرالیا است، اونم آسون نیست. ممکنه کارفرمایی اسپانسرتون بشه، اما در حال حاضر کلی نیروی بیکار هست تو استرالیا که اتفاقا اقامت و شهروندی هم دارن. پس اونا تو اولویتن. مگه اینکه دیگه رزومتون خیلی خوب باشه. بعدم اگه تجربه کار نداشته باشید بلافاصله نمیتونید واسه ویزای مهارتی اقدام کنید پس اینطوری نیست که بگی پات رسید به استرالیا دیگه تموم و اقامت رو گرفتی نه قاعدتا اینکه اینجا باشی خیلی مزیته اما لزوما باعث نمیشه که بد اقامت بدن بنابراین شما این همه وقت میگذارید هزینه میکنید بعد ممکنه مجبور بشید برگردید ایران حداقل هفتاد هزار دلار هم خرج کردید پس آیا ارزش داره یا نه اگه بعد مادیش براتون مهم نیست و اقامت لزوما هدفتون نیست که بعید میدونم کسی هدفش نباشه چرا که نه دانشگاه گروه 8 دانشگاه شناخته شده این تو دنیا استرالیا هم یک کشور چند فرهنگی و به نظرم تجربه زندگی متفاوتی خواهید داشت اما اگه جز اون گروه اکثریت هستید که هم بود مالی براش مهمه و هم میخواد اقامت بگیره به نظرم خیلی مطمئن نیستم که با شرایط الان تحصیل تو استرالیا تو هر مقطعی به غیر از دکترا اونم با بورسیه ارزشش رو داشته باشه من بارها گفتم واقعا هیچ فرق و منفعتی واسه من نداره که شما مهاجرت کنی نکنی اما میخوام حساب شده باشه کاری که انجام میدید نمیخوام از چاله چاه بیفتید حالا راهکارهایی که پیشنهاد میدم چیه اول از همه ویزای مهارتی رو در نظر بگیرید خصوصا ویزای مهارتی مناطق ریجنال مثل 491 که گرفتنش نسبت به باقی ویزای مهارتی ساده تره درسته که بهتون اقامت دائم نمیده اما مسیر واسه گرفتن اقامت دائم همواره اگرم میتونید که ویزای 190 رو بگیرید که نور علا نوره چون شما وقتی با اقامت میای چند قدم از افرادی مثل من که دانشجویی اومدن جلوتری به حال ببینید شرایط این ویزا رو دارید یا مثلا توی یکی دو سال آینده شرایطش رو پیدا میکنید یا نه کلا پروسه مهاجرت یه برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد به نظرم باید واسش خیز برداری استرالیا کشور مهاجرپذیریه اما پروسه مهاجرت بهش آسون نیست هم هزینه داره هم زمان بره حالا منظورم از خیز برداشتن چیه مثلا ویزای مهارتی از نوع امتیازیان ببینید که آیا طی یکی دو سال آینده میتونید امتیازتون رو به حدی برسونید که شانس گرفتن ویزای معارتی رو داشته باشید یا نه مثلا آیا میتونید آیلس رو برسونید به هفت یا 8 یا حالا معادلش که پی یا حداقل سه سال سابقه کار داشته باشید چون مثلا همونطور که دارم نشون میدم آیلس هفت امتیاز و آیلس هشت 20 امتیاز بهتون میده بعد این ده امتیاز ممکن سرنوشتتون رو تغییر بده یا مثلا اگه حداقل سه سال سابقه ای کار داشته باشید پنج امتیاز میگیرید و غیره لینک این سفر رو میگذارم تو بخش توضیحات که خودتون یه تخمینی بزنید این از این حالا اگه شرایط ویزای مهارتی رو ندارید و عوضش رزومه تحصیلیتون خوبه یه آپشن دیگه اینه که فوق لیسانس رو ایران بخونید تو این فاصله زبانتون رو قوی کنید رزومه تحصیلی خوبی واسه خودتون به هم بزنید مثلا معدل بالا و سابقه کارهای تحقیقاتی که خیز بردارید واسه مقطع دکترا تو استرالیا با بورسیه اونم تو رشته‌ای که تو فرس مشاغل مورد نیاز استرالیا است. من واسه بورسی دکترای ویدئو دارم با یکی از دوستان که خودش دکترا خونده حرف میزنم. پس اینطوری در بدترین حالت اگه نتونستید استرالیا موندگار بشید بعد از درستون رزومه تحصیلی قوی تری دارید و شاید بتونید واسه کشورهای دیگه اقدام کنید. حالا اگه شرایط بورسیه و مقطع دکترا رو ندارید و گیرم دیگه حتما میخواید استرالیا فوق لیسانس بخونید، آتیش بزنید به مالتون، پیشنهادم اینه که مناطق ریجنال رو در نظر بگیرید چرا؟ به دو دلیل یکی این که بعد تحصیلتون اگه بخواید برای ویزای مهارتی اقدام کنید همونطور که دارم نشون میدم پنج امتیاز اضافه میگیرید به خاطر تحصیل و زندگی تو منطقه ریجنال دلیل دوم این که احتمال اینکه که کارفرمای اسپانسرتون بشه زیاده که این البته خیلی بستگی به تخصصتون داره چون معمولا تو مناطق ریژنال کم بوده نیروی کار است. اما واسه بعضی از تخصصا مثل آیتی و برنویسی سیدنی و ملبورن به نظرم بهترن. آخرین چیز هم این که قوانین مهاجرتی مدام عوض میشن. درسته که گفتم باید واسه مهاجرت برمریزی بلند مدت داشته باشید یا خیز بردارید. اما اونطوری هم نباشه که بگذارید مثلا پنج سال دیگه مهاجرت کنید. چون هم سنتون بالاتر میره و هم هر سال محدودیت ها بیشتر میشه. پس واسه جمعبندی. بین ویزای تحصیلی و مهارتی اول ویزای مهارتی 190 و 491 رو در نظر بگیرید اگه شرایطش رو ندارید دکترا با بورسیه رو در نظر بگیرید دیگه به عنوان آخرین انتخاب فوق لیسانس اونم به نظرم مقایسه کنید با جای دیگه من خیلی اطلاعات ندارم اما مثلا شاید اروپا یا کانادا برای شما گزینه بهتری باشه تا اینکه بیاید اینجا و کلی خرج کنید و شاید آخرش نشه که اصلا موندگار بشید خب امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره اگه سوالی داشتید تو بخش نظرات بپرسید من احسانم قربان شما خداحافظ